سلام و وقت شما بخیر شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم در آغاز چند رویداد مهم اقتصادی دایکوندی برای نخستین بار از نور برق آفتابی مستفید خواهد شد وزارت انرژی و آب میگوید که ظرفیت این پروژه برق برق رسانی به بیش از 5 مگاوات برق می باشد که در هفت ولسوالی دایکوندی ساخته می شود هزینه یه ساخت پروژه به هزینه 15 میلیون دلار میرسد که نزدیک به سی هزار خانواده از این نور برق مستفید خواهد شد. تحریم های آمریکا بر ایران پیامدهای های ناگوار بر چابهار نخواهد داشت. برخی از مقام های ایرانی گفتند که روند دادفست در این بندر به گناه عادی ادامه دارد. با این حال بازرگانان در کشور از ایجاد سرمایه گذاری های بیشتر تجار افغان در این بندر تأکید می‌ورزند. و اینجا برای بحث بیشتر عبدالقادر جیلانی آقای مسائل اقتصادی اینجا با ما هستند جیلانی صاحب سلام بر شما و خیلی هم سلام. خوش آمدید تشکر سلامت باشین جیلانی صاحب به نظر شما تحریم های آمریکا بر ایران دقیقاً چقدر میتونه که تاثیر ناگوار بالای بندر چابهار بگذاره وضع تحریم های اقتصادی و یا هم قیودات اقتصادی گپ نو نیست بلکه ساله های گذشته هم حکومت امریکا بالای حکومت ایران یک تعداد قیودات اقتصادی وز کرده بود و بخاطر دې کی ایران یک حکومت یاس کی توانایي و منابع بسیار خوب در دارن بنا ان یطنسن کی تقریبا بشتر از 10 سال کی قیودات بود و روابط شون با حکومت امریکا در مشکلات مواجه بود باز هم تا نستانه کی ضرورت داخلی خود د تنظیمي هاي داخلي خود مرفو بسازه و, و بش بسیار به شکل منظم منابع خود مدیریت کردند و محتاج کشور دیگه نبوده و اقتصاد حکومت ایران کی اگر ما مقایسه کنیم با کشورهای منطقه بسیار یک اقتصاد خوب دارن و منابع پریمان منابعع بسیار وافر دارن و میتانن که از منابعع خود استفاده کنن اما تا جایی که سؤال است در باره بندر چابهار بدون شک که بندر چابهار یک راه جدید است به اموال تجار افغان ما اما راه دشوار رای با مشکلات بخاطر از ای که ما در جغرافیا ی که زندگی میکنیم بدبختانه به بحر را نداریم به آب را نداریم و از این ناحیه ما مجبور و مکلف هستیم که بر اساس اصول جهانی بر اساس قوانین تجارت جهانی ما باید از راه های همسایه خود استفاده کنیم که یکش اینمی مثال خوبش اینمی چابهار است اما قیداتی که وضع شده اینمی موضوع مهم است چیزی که سفیر ایران گفتن در صحبتشان ببینین ایران خویی باید امی چیز بگویه که هیچ مشکل نیست و نباید مشکل باشه خاطر از که انمی اموالی که ما از هندی که ما مثلا گندوم خریداری میکنیم و یا مثلا مواد را خریداری میکنیم و هر چیزی را که ما خریداری میکنیم امکان ازی است که ازی رای چابهار از بندر چابهار باز هم وارد افغانستان شود مشکل نیست اما وقتی که تاجره هندی اگر نخواهند که اموال خود بفروشند مشکل است اما بخ... نخ... جنرال در حال حاضر گفته شده که در این بندر بیشتر کمپانی های خارجی بیشتر امریکایی ها سرمایه گذاری کردن یا کار میکنن اه. این وضعیت چقدر نگران کننده ببینید ما انمی موضوع یک سوال بسیار خوبی را مطرح کردین انمی موضوعی که مثلا تجار هندی که سرمایه گذاری کردن تجار افغانی ما در سرمایه گذاری کردن و امریکایی و حتی عربا هم سرمایه گذاری کردند. ببینین اینمی وقتی ک مشکلات وقتی ک قیودات اقتصادی وضع میشه بنابر ای نمی بعض یک تعداد تجارا هندی و افغان هم امکان از ای است که تجارت خوده متوقف بسازه راها را بدیلی ره پیدا کنه به تجارت وقتی ک قیودات وضع میشه خو انمو اموال با انتقال صورت نمی گیره ایران خو هرچند ینمی بارها بارها از این تاکید میکنه که هیچ مشکل مواجه نخواهد شد اگر این بندر با چالش رو شود شما راه های بدیل کدام را ها رو ما خوبترین مارکتی که بزرگترین مارکتی که فیل حال در منطقه موجود است مارکت آسیای مرکزی است و بخصوص کشورهای همسایه ما مانند ازبکستان ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان کشورهای هستند که مواد خوراکرم به اندازه کافی داره و قابل ازی است که ما خریداری کنیم و کیفیتش هم بالاست و قیمتش هم مناسب است و اینمی که با افغانستان میرسه بسیار و قیمت مناسب میرسه بنابراین ما راه بدیل داریم در داری هیچ داری عرصه ما هیچ چیزی قابل تشویش نیست اما موضوع چابهار که مثلا ما از چابهار صدها میلیون اوید هم به دست میار میوردیم اونمو به میره مثلا اینمی حق ترانزیت اینمی ای, 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 ای از راه چابهار فقط اموال وارد افغانستان نمیشه بلکه به اسیای مرکزی هم انتقال پیدا میکنه و از آسیای مرکزی از راه چابهار به هندوستان انتقال پیدا میکنه بناهن افغانستان به یک مانند یک نقطه وصل است بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بخاطر ازی که ما سالهای سالهای متمادی را که ما با پاکستان کار کردیم و همکاری های اقتصادی داشتیم حسن نیت داشتیم اما پاکستان در مقابل ما سیاست دوگانه داشت سیاست درویه داشت و هیچگاه با افغانستان همکاری نکردن بنا این رای است که از انتهای مجبوریت اینمی را که ما این یعنی اقدام کردیم که ای که ما قرار است با آب به راه پیدا کنیم دقیقا چقدر میتونه که این راه ها راه های کتا بر بازرگان افغان باشه کم هزینه باشه و یا بر افزایش صادرات ما کمک بکنه ببینین می بندر چابهار نسبت به بندر عباس و بندر کاراچی تقریبا از تقریبا نزدیکتر تمام میشه تقریبا هر موتری که هر کانتینری که از بندر چابهار وارد افغانستان میشه تقریبا از 500 تا 1000 دلار ای تقریبا در هزینه و در مصرف کاهش به میان میاد که یک اک فایده و تجار ملی ماست و باز هم تقریبا امو فاصله ای که بین امی بندر عباس و مثلا بندر کاراچی و بندر چابهار با افغانستان است کمتر است نسبت به بندر عباس و به بندر کاراچی و باز هم هندم دلچسپی داره که با آسیای مرکزی خود وصل کنه بهترین رایش اینمی رای چابهار است تا جایی که ارتباط میگیره به وضعیت اقتصادی کشور ما بدون شک که ما با مشکلات زیاد مواجه هستیم و این بدبختانه که ما جغرافیه ما به این شکل است که ما راه به بحر نداریم را به آب نداریم این خودش یک مشکل است ولی باز هم ما میتونیم که با همسایه ها با کشورهای همسایه ما روابط خوبی داشته باشیم و حتی با کشور پاکستان با کشور ایران ما باز هم برد مشترک اقتصادی داریم که از این ناحیه ما میتونیم که بالای از گفتگو گفتگو کنیم بالای از کار کنیم تا راه را, را مسئولتر بسازیم این راه فی الحال راه دشوار است یعنی راهی است وقتی که ما درباره ابهای افغانستان درباره مدیریت ابهای افغانستان درباره مهار کردن ابهای افغانستان اگر ما اقدام کنیم بدون شک که ایران هم شاید که چابه ها را بر روی تاجران ملی ما بر روی تاجران افغان بسته کنه این هم یک چالش است. گفته شده بود که در این رابطه نشست های صورت گرفته گفته شده با خود از ای که این را شو که مثلاً تر ساخته شده دیگر چرا این نشست ها نتیجه خوب یا نتیجه مثبت بدنبال بال نداشته چرا تلاش ها صورت نگرفته دیگر یا اگر گرفته چرا اینگونه بود؟ با کشور کشورهای همسایه ما مانند پاکستان و ایران ما چند مشکلات عمده داریم که همی تجارت ما را بسیار تحت تاثیر آورده و بسیار یعنی مشکلات ایجاد کرده در عرصه تجارت او هم روابط سیاسی ما با 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 ایران است و با پاکستان است بدبختانه پاکستان هم مصروف کارهای تروریستی است مصروف پروژه های تروریستی است و همچنان ایران هم شما شاهد واقعه فرا بودین که باز هم ایران مداخله میکنه در امور حکومت افغانستان و مداخله میکنه و, و, و حمایت میکنه گروههای حراسافگنه حمایت میکنه به جای از ای که همرای ما تجارت کنه یافقط پروژه های تروریستی را یا حمایت می در این اواخر گفته میشه که با پاکستان تفاهم نامی صورت گرفته کونا با بر بازرگان افغان یک سلسله صورت های را ایجاد کردن دقیقاً پاکستان چقدر میتونه که باز هم روی این تفاهم نامی شستاد باشه نظر به تجربه گذشته ما هم مساله با پاکستان قرارداد داشتیم با, قرار... با پاکستان ما فکر میکنیم که بهترین تفاهم نامه های را که ما با امضا رساندیم با پاکستان با امضا رساندیم بهتری بیشترین مجالسی را که ما داشتیم با پاکستان داشتیم یعنی از طرف افغانستان حسن نیت ما داشتیم و ما امروز هم میخوایم دیروز هم میخواستیم امروز هم میخوایم در آینده هم میخوایم که ما با پاکستان تجارت داشته باشیم ما با پاکستان واردات و صادرات داشته باشیم ما با پاکستان به شکل مشترک بالا بالای پروژه های بزرگ کار کنیم مثلا مانند تاپی و کاسا و مثلا امار بند برق کنر ما میخوایم که مشترک کار کنیم اما حکومت پاکستان هیچ اراده ای را نشان نداده مثلا در حرفایشان بسیار حرفایشان بسیار مثلا کوشش میکنن که ما را قناعت بتن بسیار با میگن که ما همکاری میکنیم بارها بارها گفتن ولی در عمل اقدام نمی مثلا ما امی قرارداد اپتا را داریم آیا مطابق قرارداد اپتا کار کردن یا نه هیچ کار نکردن بیشتر نفع از این قرارداد پاکستان بردن بیشتر بیشترین نفع بردن مثلا وقتی که اموال یعنی حتی ما عمل به مثل پاکستان نکردیم بارها گفتیم ولی نکردیم ببینین وقتی که اموال تجار افغان در در سرحد واگا اوجا متوقف میشه و بیشترین صادرات ما میوه تازه است میوه تازه است که اگر یک یک دروز ااو متوقف شوه فرسوده میشه از بین میره و خساره بزرگ وارد میشه به تاجر ملی ما بنا ا پاکستان بارهای نمی کاره کردن حتی در خط دیورن در ترخم هم بارها یا لاری و مثلا لاریها و موترهای تجار افغان ما را متوقف ساخته ولی ما عمل بالمثل نکردیم که ای هم یک حسنینیت ما ره نشان میتهمثا اوا حکومت پاکستان اموال خود وقتی که صادر میکنه به آسیای مرکزی از طریق از خاک افغانستان صادر میشه ما هیچ مشکلاتی را ایجاد نکردیم ولی در مقابل ما بارها بارها مشکلات ایجاد کردند که در این اواخر بالاخره حکومت پاکستان و سکتور خصوصی پاکستان هم صدمه بزرگی را دیدن یا هم خساراتی را دیدن مثلا بیشتر از صدها شرکتی که در پشاور فعالیت میکردن فابریکه ها فعالیت میکردن که فقط به افغانستان تولید میکردن و لغو شدن یعنی از بین رفتن به خاطر اینکه هیچ فعالیت ندارن و تجار ما از پاکستان دیگه خریداری نمیکنن اگر میکنن کم خریداری میکنن مثلا اگر ما میزان تجارت پاکستان با سالهای مثلا به سال 2013 و 14 و 15 مقایسه کنیم تقریبا بیشتر از 60 فیصد کاهش یافته مثلا در, در سالهای گذشته ما تا 5 میلیارد دلار دلار امریکایی با پاکستان تجارت داشتیم که تقریبا با یک میلیارد و به 900 میلیون دلار پایین آمده ما با ایران تجارتی که داریم بیشتر بیشتر از 400 بیشتر از 4 میلیارد دلار تجارت داریم ولی هم کاهش یافته به خاطر اینکه که این دو همسایه ما با ما حسنیت ندارن و درست همکاری نمیکنن ما مجبور و مکلف هستیم که با کشورهای دیگه تجارت کنیم مثلا ایجاد دالیس های هوایی ای هم یک انتهای مجبوری یک اقدامی بود که در انتهای مجبوریت ما را گرفتیم هیچ هیچ حل دیگه نبود به خاطر از اینکه اینمی اقلام مشخصی را که ما صادر میکنیم مثلا از قبیل زعفران و مثلا میوه خشک مثلا میوه تازه مثلا جنسی که جنسی که وزن کم داره و قیمت زیاد داره. ما نظر شما که... چرا تلاش بر این نیست که مثلا بجای اینکه روی دهلیزهای های هوایی فکر شوه روی بیشتر راه فکر شود که ما به خشکه دست داشته باشیم یا به با آب دست پیدا کنیم ببینیم به آب وقتی که ما به آب دست پیدا میکنیم کنیم این می راه مثلا رای چابهار است بندر آباس است این می کاراچی هست. از این راه ها مثلا گوادر است که اینال کارش جریان داره از این راه ما میتونیم که استفاده کنیم ولی بدبختانه که زمانداران حکومت پاکستان دری بر چمکاری کاری اگر دیگه پروژه منطقوی یک پروژه راهداری اقتصادی که در منطقه تطبیق میشه پروژه سی است که او هم تقریبا که بیشتر از 62 میلیارد دلار در همین منطقه به مصرف میرسه باید افغانستان از او مستفید شوه باید ما سر از امروز باید کار بکنیم تلاش, تلاش کنیم که ما هم یکی از سهمداران از پروژه باشیم باید ما در پروژه سیپک باشیم وخت کله پروژي سيپيك افغانستان داخله ميشه بيدون شکي ما به همي كشورهاي منطقه په شكل منظم وصل مېشه مع یعنی در در انتقال در انتقال اموال مو به هک مشکلی مواجه نه مشم بخاطر از کی سی پیک یک پروژه است کی به چین وصل میشه مثلا به کشورهای منطقه و با آسیای مرکزی و آسیای مرکزی به اروپا وصل میشه بناء یک چاره به میان میایه او از این مو میتونیم کی استفاده درست کونیم سی پیک پاکستان سر از امروز یعنی تقریبا سالهای پیش وقتی که سی پک در در حالت ترحریزی بود پاکستان کوشش کرد که افغانستان از این خارج نگاه کنه و اجازه نده که افغانستان داخل از داخل این پروژه منطقوی شوه بناً وقتی که اگر حکومت حرفه ما را میشنوه باید کار صورت بگیره باید اقدامات صورت بگیره که ما هم یکی از سهامداران پروژه سی پیک باشیم خب آقای در پانه براماست و خیلی کوتاه برای از که چابهار با چالش روبرو میشه یا اگر در آینده بشه در قند برنامه های حکومت چی باید باشه؟ تلاش باشه؟ برنامه, برنامه حکومت واضح است مثلا بیشترین تجارتی که ما فیل حال داریم با مرکزی داریم و تاجران افغان هم تجارتشان با مرکزی پیش میبرن مثلا حتی ادویه مثلا مواد خوراکه مثلا روغن خوراکی مثلا ارد گندم ای همه موادی که ما نام گرفتم فی الحال جریان داره ما از آسیای مرکزی میخوریم مثلا ما بهترین مارکیت در قذاقستان داریم بهخاطر ارد و گندوم مثلا در ازبکستان دربه کشورهای دیگر که در منطقه است ما همرای آسیای مرکزی روابت سترده داریم روابط گسترده تجارتی داریم ما انمی رای بدیل بری ما ست ولی حکومت بدونشک امی اقدام چابهار یک اقدام خوب بود و اینمی یگانه رای بود که ما به به آب را پیدا کردیم و دست یافتیم اما یک راه دشوار به خاطر اینکه که دا دا امی راه صلاحیت را ای دست ما نیست به خاطر که چابهار چابهار ملکیت ایران است بنا ایران حق داره که هر نوع فیصله میکنه و هر قسمی که فیصله میکنه اگر مثلا مثلا مالیات بالا می برده میتونه و هر کاری که بخواد و قدم میتونه به خاطر اینکه که ما صلاحیت از نداریم ما فقط طبق قرارداد اما قراردادی که ما با حکومت ایران داریم البته قرارداد سه جانبه است که دو هندوستان است افغانستان است ایران است مطابق اونمو توافقنامه ما پیش میریم دیگه ما هیچ کاری را کرده نمیتونیم و باز هم ما خوشبین هستیم که با وجودی که قیودات اقتصادی وضع شده باز هم تاثرات منفی داره بدون شک ولی اگر حکومت ایران بتونه که تاجران هندوستانی را قناعت بتن که هم اموال خود ادامه بتن به افغانستان انتقال بتن و در عین زمان اگر به خاطر ازی که ما به حکومت امریکا رابطه خیلی خوب داریم امکان ازی است که حکومت امریکا ما را اجازه نده مثلا یا از ما امی خواهش کنه که ما از رای دیگه استفاده کنیم از رای چابهار استفاده نکنیم این هم امکان داره که یک یک یک, یک فشار باشه بالای با ایران خیلی سپاس عبدالقادر جیلانی اقتصادی از شما در زیر تشریف آوردین و های عزیز این بود برنامه زیربنا تا برنامه بعد خدا نگهدار